تلاش برای ایجاد یک کادر رهبری واحد، مدبر، مسئولیت پذیر با تقوا و زعامت ملی وظیفه مشترک و دین میهنی ماست. هموطنان عزیز، این پیام صادقانه ما بر شما برخواسته از رنجها و آلام جانکاه ملت بخون تپیده ما بر محور نجات از وضع فلاکتبار کنونی بوده و ادای سهمی است که تاریخ بر عهده ما گذاشته. پس بیایید تا با همدلی و همفکری در این راه گام های بنیادی برداشته و راه های رسیدن این آرمان ملی را هموار ساخته، راهگشا و رهنمای همدیگر باشید. دیوی واحد مدبر مسئولیت قبلون که او پرهیزگار رهبری او ملی زعامت در رامنځته کېدو دپاره هلې ځلې زموږ ملی او وطني وجیبه ده. درنو وطنوالو، زموږ له خوا نه تاسو ته دا صادقانه پیغام د دې ربړېدلي، رنځېدلي او په وینو کې د لمبول شوي ملت د ټولو روانو ناخوالو څخه د خلاصون دپاره دی چې سرته رسول یې زموږ تاریخي دنده ده. نو راځئ چې په یوه زړه او فکر په دې برخه کې پاخه او اساسي ګامونه پورته کړو ترڅو دې ملي ارمان ته د رسیدو لاره همواره او یو د بل لارښوونکی او لاسنیوونکی شو. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت برادر گرامی آقای نور و جهاد، رئیس تلویزیون زرین و شما هموطنان گرامی، مادران، پدران بزرگوار، خواهران، برادران عزیزی که در داخل خارج کشور بیننده برنامه ما هستید تقدیم باد. نخواست با اعتذار قدردانی نمایم از برادر گرامی محترم آقای وجوهات، رئیس شبکه، به طور رایگان این زمینه را فراهم ساختند تا با نشر مجدد برنامه زعامت ملی مهمان خانه های شما باشم. محترم وجوهات یک شخصیت متحد بر منافع ملی کشور و عاری از هر نوع تعلقات و تعصبات مذهبی، تماری و لسانی بوده و همیشه برای ایجاد یک تفاهم، همگرایی و همفکری میان افغانا از این نوع تلاش دریغ نکرده. خوب هموطنان گرامی، قبل از این که به صحبتهای خود آغاز نمایم و یا شما نظرات، پیشنهادات، انتقادات، طرح‌ها و تحلیل و تجزیه‌ها و یا سوالاتتان را با ما در میان بگذارید، لازم می‌دانم تا پالیسی، روش، اصول و طرز کاری برنامه زعامت ملی را توجیهی خدمت شما هموطنان گرامی پیشکش نمودم و از شما هموطنان در پیش برد این برنامه خواهان همکاری و همگرایی می‌باشم. شما می دانید که هر برنامه و هر برنامه ساز از خود روش خاص دارد. کسی برنامه دینی و مذهبی، ایده برنامه فرهنگی و تعداد برنامه تاریخی و هنری و سپورتی و تعداد زیاد هم برنامه های سیاسی را پیش می برند. اگر ما نظری به برنامه های سیاسی بیاندازیم، دیده می شود که کشور ما در یک مقطع حاد زمانی و یک مرحله شدید بحرانی طور قرار گرفته که دشمنان داخلی و عامیان خارجیشان از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور با دو نوع سلاح کشنده نظامی و مسموم کننده تبلیغاتی، با کوههای توته و دسیسه و نفاق و شقاق برای نابودی ملت و انهدام کشور ما از هیچ نوع تلاش های مذبوحانه دریغ نکردند. در این حال با وجود که ایده از وطنان گرامی آگاه و با درد ما سخت در تلاش هستند که جلوی این همه را گرفته و مانع هر نوع توته و دسیسه و دشمنان داخلی و خارجی گردند تا بتوانند مسیر روند سیاسی و نظامی کشور را
در راه منافع ملی سوق داده و لک و کشور را از این حالت ناهنجار و شرم‌آور نجات بدهند. اما متاسفانه در مقابل دهی دیگری از هموطنان ما به نام تحلیلگر، آقای سیاسی و نظامی، ملا و روحانی، دکتر و پروفیسر آگاهانه و ناگاهانه به نام منافع ملی و نجات ملت و یا به نام مذهب تبار و لسان آب در آسیاب دشمن می‌ریزند. شما تقریبا همه روزه نمونه های زیاد آن را عملا در همه رسانه های خبری، تصویری و اینترنتی و شمول فیسبوک و یوتیوب می‌بینید. این گپ است که غیر قابل انکار. بنابرای من خواستم تا درد دل خیشا که درد دل و خاص اکثریت ملت می باشد با شما در میان گذاشت و قضایای ناهنجار و شرم‌آور کشور را با یک دید متفاوت از دیگران و از یک زاویه دیگر با شما در میان گذاشته تا با فراهمسازی فضای همکاری و همگرایی و همنوایی شما هموطنان گرامی خصوصا قشر روشنفکر آگاه کشور بتوانیم تا با ایجاد یک پروسه سوچه وطنی مطابق و خواسته های ملت را با وجود بیاریم، تا با یک نیروی مردمی، یک نیروی متحرک جلو این همه شرمساری های چهاردهه مافیای مذهبی، تبوری و لسانی و عامیان خارجی شان را گرفته و با یک تحرک بالقوه و قسم یک حرکت ملی در بین ملت، منطقه و جهان به حیث پیش قراولان ملت افغان ارزندام کرده و جوابگوی خواسته های ملت و مورد توجه جهانیان قرار گرفته و مشت محکمی به دهان عمق غاضبین قدرت، مافیای مذهبی، تبوری و لسانی و همه زورگویان و عامیان خارجیشان گردید. طوری که قبلا خدمت شما هموطنان گرامی در دو برنامه که با محترمه خانم اختری داشتم خدمتان عرض کرده بودم که فقط یک رهبری واحد و یک زامت ملی برخواسته از میان مردم جوابگوی این همه زورگویان و حامیان خارجیشان شده میتواند و بس. اما چطور در شرایط حال امروزی چنین یک رهبری واحد و زامت ملی از میان ملت تبارز نماید؟ این سوال است که پیش هر کس مطرح میشه. پس مضمون اساسی و هدف مشخص ما همین موضوع ایجاد یک کد رهبری واحد و زامت ملی می باشد که در برنامه های زامت ملی با شما شریک می سازم. خدمتان عرض کنم که این پروسه سوچه وطنی زمان هموطن گرامی تحقق می پذیرد که در قدم اول بیشتر از هر چیز شما هموطنان گرامی باید اصول و پالیسی های برنامه ما را به دقت متوجه و در تطابق با آن در برنامه های ما سهم فعال گرفته و مطابق با مندرجات مسوده این حرکت ملی بنابر تقسیم وظایف و تعیین صلاحیت ها و مسئولیت هایتان کوشا باشه. زیرا شما از یک طرف وارثین بلاستقاط کشور یا این سرزمین می باشید و از طرف دیگر شما نزد ملت و نسلهای آینده که مسئولیت بسیار بزرگ و عظیمی دارید. آن خدمتتان پالیسی زامت ملی را طور زیل ارائه می دارد. اول، این برنامه به هیچ مذهب، قوم، تبار، زبان، منطقه و ایدئولوژی های چپ و راست افراطی نبوده و به هیچ فرد اجازه دادن نمیشد تا از برنامه ما به نفع و یا نقص کدام برنامه و برنامه ساز تبلیغ منفی نماید. دوم، سوم، کرامت انسانی، اخلاق اجتماعی در این برنامه با و یا در این برنامه
بسیار شدیدن کنترل میشه و به هیچ کس اجازه دادن نمیشه تا از ده و دشنام و تک حرمت به کرامت انسانی و یا تعرض بر مسائل تباری و جنسی و مذهبی صورت بگیرد. چهارم، این برنامه فقط و فقط بالای موضوعات مشخص که ما را به یک تفاهم کلی سالم رهنمایی کرده تا بتوانیم بهترین، صادقترین، مبتکرترین افراد با افراد با دانش و بجرب را با روحیه ملی از داخل و خارج کشور در زیر یک سقف آورده تا بتوانند یک نسخه کامل را برای درد بیدرمان ملت جستجو نمایند. پنجم، اکثر تحلیلگران و آگاهان و کارشناسان ما با ارائه تحلیل و تجزیه های تکراری توأم با توافق طلبی های مذهبی، تباری و لسانی و مملو از ده و دشنام تکریم و تکفیر رهبر ملی و خائن ملی با دیالوگ های طولانی و بدون نتیجه در طی چهار دهه مخصوصاً 20 سال اخیر نه تنها ملت را در سردرگمی قرار داده، روند سیاسی و نظامی کشور را مغلق و پیچیده ساختند، بلکه نفاق و شقاق را میان ملت دامن زدند. ایده کثیری قشر جوان و تحصیل کرده را با مخشوی های ماهرانه در مقابل یکدیگر در جنگ های مذهبی و لسانی سوق داده و ایده دیگرشان را در حالت بی‌تفاوتی و خاموشی قرار داده. پس برنامه زامت ملی با درک مسئولیت و تعهد به اصل دموکراسی و پابند بر منافع ملی با کمک شما هموطنان گرامی به اعمال و روش‌های فریبنده و منفی فوق نقطه پایانی بخشیده که ما باید به این دیگر به این نقطه دیگر پایان ببخشیم و با یک میکانیزم علمی و عملی کار را پیشه خود بسازیم که رهگشای این همه ناهنجاری های شرم‌آور چهارده باشد. ششم، ما در این برنامه کدام سخنرانی در مورد عملکردهای کسی نداریم. نه کدام طرح مشخص سیاسی را به شما پیشکش میکنیم. نه کدام شخص و اشخاص را به قسم لیدر و رهبر معرفی میکنیم. زیرا از تجارب گذشته آموخته‌ام که این چنین روش ها کدام ارمغان به ملت ما نداشته و غیر از سرگردانی و سردرگمی. پس ما زیرا ملت ما تا هنوز به چنان حالت نرسیده که توانمندی مقابله را با این همه غاضبین و زورگویان داشته باشد. پس ما ضرورت به یک نیروی متحد ملی با یک رهبری واحد داریم که اجندای برنامه زامت ملی را تشکیل می‌دهد که این حقیر شما مطابق به مندرجات مساعده پروسه تلاش برای ایجاد یک رهبری واحد زامت ملی بر اساس تقسیم وظایف وظیفه من و سایر همکاران با مرا همکاری می نمایند خوانش، توضیح، روشنگری در مورد این طرح بوده که به حیث یک فرد ارتباطی میان شما هموطنان گرامی داخل خارج کشور قرار داشته تا شما هموطنان را از شهرهای مختلف خارج و داخل کشور به پیوند داده و هم تعهد و مسئولیت من و سایر همکارانم که با من می پیوندن این است که این پروسه را عنوان قسم سوچه و بدون کرام تغییر در مجمع عمومی و نمایندگان انتخابی معتقدین این حرکت ملی تقدیم بدارم. دیگر همه مسائل به دوش شما هموطنان گرامی است که با مسئولیت و وجدان پاک بهترین افراد را در مجمع عمومی که یگانه مرجع با مسئولیت است معرفی بدارید.
طوری که در دو صحبت قبلی خود از طریق تلویزیون برنامه نقره پوشان زیر آتش دود با برنامه ساز موفق محترمه رازه جان اختری خدمتتان به عرض رسیدم که برای ایجاد یک کادر رهبری واحد و زامت ملی باید در قدم اول در بود داخلی و بود خارجی عوامل اصلی قضایای ناهنجار کشورا از لابلای حوادث و واقعات‌های دلخراش چهاردهه گذشته کشور که اکثر شما هموطنان گرامی با قسم شاهدان عینی ملاحظه کردید باید شناسایی گردد. تعداد وقتی که ما برگذشته میریم میبینیم که تعداد از فرزندان ناخلف مادر وطن این مهره های فروخته شده چپ راست افراطی و عده از افراد و اشخاص معلوم الحال سایر جریانات سیاسی دهه دموکراسی و عده قلیل از تکنوکرات های غربی با وجود همه جنایات، خیانت ها، قتل و قتال ها و ویرانی هایی که بالای ملت و کشور ما انجام داده اند، اما بان هم اینها عامل اصلی قضایای ناهنجار کشور نبوده، بلکه اینها همه محلولین قضایای کشور بوده که مانند کاتالیست با قسم آله های ابزاری در تعاملات سیاسی در طول چهارده در خدمت دستگاه مخوف استخباراتی کشورهای بیگانه مانند سعودی، ایران و مخصوصا پاکستان قرار گرفتن. هموطن گرامی، حال نزد شما هموطنان گرامی چنین سوال مطرح می گردد که پس عامل یا عوامل اصلی این همه ناهنجاری ها و بدبختی های چهاردهه کشور چی بوده و یا کیها می باشند؟ طوری که بارها در صحبت های خود از طریق برنامه زعامت ملی و در صحبت های چند هفته قبل خود از طریق برنامه رازه جان اختری خدمت شما هموطنان گرامی عرض رساندم که دو عنصر پدیده اصل یا اسباب ذیل باعث آن گردید تا دو عامل عمده مانند غده سرطانی در ابعاد خارجی روند سیاسی و نظامی کشور ما طور فراهم گردید که ما امروز میبینیم که هیچ حزب، سازمان، مذهب، تبار و قوم نتونستن تا کوچکترین کار را برای نجات ملت و کشور انجام دهند. این دو عنصر و یا سبب یا اسباب چی است؟ دو موضوع. اول، اعتقادات دینی و مذهبی، احساسات گرم ملی، خلوص نیت و خوشباوری های ملت، بی تفاوتی ها، خاموشی ها، محافظه‌کاری ها، ندانم‌کاری ها، خودمیوری ها و عدم مسئولیت پذیری عده از نخبگان، آگاهان و تحلیلگران سیاسی در قبال قضایای کشور از آغاز دهه دموکراسی تا امروز توأم با خوشخدمتی ها و اطاعت های کورکورونه رهبران تنظیمای ساخته شده بیگانه صدور و تبلیغات گسترده فتح‌های مسلطی از قبل تهیه شده هجرت و سرازیر شده صدها هزار مهاجر افغان در اسارتگاه های ایران و پاکستان در عدم موجودیت یک کادر رهبری واحد در رأس مبارزات ملت افغان همراه با کولبار از اختلافات مذهبی، تباری و لسانی میان تنظیم‌های افغانه و اشغانه و اختلافات شدید میان شاخه‌های خلق و پرچم و ده‌ها مشکلات دیگر مانند در بدری‌ها، سراسیمگی‌ها، نابلدی‌ها، فقر و گرسنگی‌ها از زمان آغاز فاجعه نافرجام 700 تا امروز. این یک بخش بوده است که ما
مرتکب از اعمال شدیم و همین چیزا را اکثریت ما در مسائل افغانستان نادیده گرفتیم، در حالی که دشمنان ما، دشمنان خارجی ما از آن استفاده شایان کردند. دوم مشکل یا از سبب دیگه که باعث با وجود آمدن یا ایجاد عامل خارجی کشور ما شده، ایجاد و تشکیل احزاب و جریانات سیاسی در دهه دموکراسی بعد از نفاذ قانون اساسی در سال 1964 میلادی، نقش و سهم رهبران و اکثر لیدران جریانات سیاسی دهه دموکراسی، مخصوصا دو جریان چپ راست افراطی، شاخه های خلق و پرچم و بقایای اخوانیزم، تنظیم های افراطی ساخته شده بیگانه، که اگر ما با دقت و منصفانه مورد بررسی قرار بدهیم، دیده می شود که رهبران و لیدران سیاسی کشور با نفاذ قانون اساسی اکثرا بنا بر عدم پختگی شعور سیاسی، عدم شناخت از موقعیت جیو استراتژیک و موقف جیوپولیتیک کشور و تاثیرات آن بالای کشور ما، عدم درک از ضرورت‌های اردو ابرقدرت از ملت افغان در نظر گرفتن دشمنی‌های دو کشور همسایه با دولت‌ها و ملت افغان، بدون در نظر گرفتن ساختارهای اجتماعی و سنتی ملت، عدم در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی کشور، بدون تعهدات تمام جریانات سیاسی به خط قرمز بر منافع ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور، اینها همه و بعضا بنابر وابستگی به کشورهای مشخص و ایده دیگر بنابر خودخواهی ها و قدرت طلبی ها و جا طلبی ها و دلایل دیگر، از احساسات پاک جوانان عاشق به خدمت وطن کردن و بسیار عجولانه قبل از این که فرهنگ سیاسی را حداقل میان قشر روشنفکر فراهم ساخته و آنها را در اول یک سازماندهی درست کرده، فقط با خواندن چند کتاب و مقوله های سیاسی، ایدولوژی های صادر شده با یک اندیشه ایدولوژی گرایی، جریانات سیاسی را با یک پراگندگی، با پیشکش کردن و برای انداختن تظاهرات خیابانی، ارائه شعارهای انقلابی و اسلامی و نمیدونم چی و چی، افتخارات به رهبران کشورهای بیگانه، فعالیت‌های سیاسیشان را در کشور ما آغاز کردند. اما اینها غافل از این که کشورهای بیگانه از چنین تشدد سیاسی چی نوع استفاده از آنها در دراز مدت کرد، که ما حال نتایج ناگوار آن را میبینیم. هموطن گرامی، این دو اسباب را که خدمتتان به عرض رسانیدم، زمینه عوامل اصلی قضایای کشور ما را در ابعاد خارجی فراهم ساخت، که متاسفانه میزبانانش را از فرزندان ناخلف مادر وطن ما بودن. این دو عامل چی است؟ عامل اول رقابت چندین دهه جنگ سرد میان دو ابرقدرت جهانی و بالاخره رویارویی امریکا و شوروی متحدینشان به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک یک از این دو ابرقدرت در منطقه با تسلط کاملش کشور ما. در این مورد در صحبت‌های قبلی هم عرض کرده بودم که هر دو ابرقدرت جهانی با وجود همه توانمندی‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی که دارن، با آن هم به خاطر پیشبرد اهدافشان اشد ضرورت
با یک دستیار در قدم اول از ملت و دولت افغانستان که محل تلافی این رویارویی ها بوده داشتند تا از اهداف و منافعشان در کشور ما و منطقه دفاع نمایند. میباشید. پس در صورت پیروزی یکی از این دو ابرقدرت طوری که شما میدانین هموطن گرامی استقرار یک دولت مرکزی قوی و نیرومند چی یک رژیم دست نشانده و یا شریکی از این ابرقدرت ها برای ما فعلا مطرح نیست، اما با وجود آمدن همچی یک دولت قوی از هر نگاه برای دولت مردان ایران و پاکستان به هیچ وجه خوشایند نبودند، بلکه نه تنها خوابهای طلاییشان را چون به هدر رفته، حتی باعث تجزیه ایران و نابودی پاکستان میگردید. ای که ما شما صحبت های میکنیم اینه بگذارید در جایش، اما ای و خود دولت مردا و استخباراتی های ایران و پاکستان واقعیت معلوم است. خب اما چرا ما فاقد چنین یک دولت قوی نشدیم؟ و خاطر این که متاسفانه عدم موجودیت رهبری سالم، مدبر، متحد بر منافع ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی در رأس هر دو نیروی چپ راست افراطی و موجودیت افراد و اشخاص وابسته و دستگاه های استخباراتی کی‌جی‌بی و جی‌آر‌یو، آی‌اس‌آی، ساواک و بعدا سپاه انقلاب، ام‌6 و سی‌آی‌ای در رأس هر دو نیروی متضاد چپ راست افراطی باعث آن گردید در وطن گرامی که در قدم اول ماهیت جنگ در کشور ما تغییر خورد. جنگ های استخباراتی از امو آغاز افتصار جاگزین جنگ های ایدولوژیکی گردید که در این جنگ ها ما دیدیم که با وجود که شوروی شکست خورد، کمونیسم از دامنش و اسلام محو کامل شد، در آن وقت و در او برخوردهای رویاروی امریکا با وجود توافق و پیروزی در مقابل شوروی نتانست که باز هم طور شاید باید اهداف خود را در کشور ما و منطقه برآورده سازد. و در ضمن دولت روسیه وارث شوروی سابق با وجود شکست در مقابل امریکا دوباره در مقابل امریکا ارزندام میکند، چین در مقابلش تبارز میکند، اما برخلاف تصور این ابرقدرت ها دو کشور ایران و مخصوصا پاکستان در این رویارویی ها دستان بالای پیدا کردند. و این را باید ناگفتن نگذارم که اگر در صورت تسلط کامل یکی از این دو ابرقدرت و موجودیت یک دولت حتی دست نشانده در افغانستان، ملت به نام افغان و کشور به نام افغانستان وجود می داشت. اما ببینیم که در آینده چی می شد. ما خدمتان را عرض می کنم که ما با تحقیق بسیار عمیق از 14 کشورهای ایران و پاکستان را به حیث عامل دوم روند سیاسی و نظامی شناخته و مورد بحث قرار می دهد. دوم، اهداف خطرناک کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان به حیث دستیار امریکا به اضافه سعودی به بهانه کمک و پشتیبانی ملت افغانستان و یا ظاهراً به نام دفاع از منافع امریکا در مقابل شوروی، اما هموطن گرامی اصلاً به خاطر عمق استراتژیکشان
به خاطر دشمنی های دیرینه ایشان با دولت ها و ملت افغان و یا توسعه و گسترش وابیزم در کشور ما و یا به خاطر جلوگیری از تجزیه و نابودیشان کشورهای فوق، نه ضرورت به یک دولت مرکزی و آمدن و صلح امنیت در کشور ما بوده داشتن و نه در مورد تسلطشان به کشور ما کدام علاقه داشتن و نه دارن و نه تجزیه افغانستان را به منفعتشان سلام می دانند. پس اینا چی می خواهند؟ اینها فقط هدفشان رسیدن به خوابهای طلاییشان است، یعنی نابودی ملت افغان و انهدام کشوری به نام افغانستان، چیز دیگر نیست وطن گرامی. حال بیاییم که با هم مشترکاً ببینیم کمی کشورهایی که خدمتان عرض کردم مخصوصا پاکستان به حیث دستیار امریکا به قسم دراماتیک در رأس تنظیم های افراطی ساخته شده خود قرار گرفت و تمام مبارزات ملت افغان را در داخل خارج کشور بسیار ماهرانه تحت کنترل خود در آورد. چه قسم؟ با داشتن تجارت به استخباراتی از CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس و رخ نکردن در جریانات سیاسی دهه دموکراسی و موجودیت ایده از کادرهای جریان اخوانیزم در چنگال ISI، ضیاءالحق حاکم جوار پاکستان با رهنمایی های دولت انگلیس، این دشمن دیرینه ملت ما و شما چیگونه توانست تا عمق استراتژیک خود را طور در کشور ما پیاده نمایند؟ یعنی چی قسم این را پیاده نمایند؟ جنرال ضیاءالحق، شما طور که میدانید مانند اسلاف خود که در کمین نشسته و منتظر فرصت بود، با فاجعه سیاروز افتثور 57 که بستر آرام سیاسی را از دهه 60 میلادی در کشور ما آماده ساخته بود، موفق گردید که با استفاده از دو مقوله، خب هموطن گرامی گوش کنید، با استفاده از دو مقوله، با راه اندازی دو نوع جنگ توسط دو نیروی متضاد در سه مرحله اهداف خود را بسیار ماهرانه طوری در کشور ما پیاده نمود که حتی تعداد زیادی از چیز فهمان، آگاهان و تحلیلگران کشور ما آگاهانه و ناگاهانه به نام نجات و آزادی ملت و کشور آب در آسیاب دشمن میختانند. جنرال ضیاء با استفاده از مقوله چرچل در قدم اول با آغاز خیزش های مردمی علیه رژیم خلق و پرچم در تلاش آن گردید که تا یک اقلیت فروخته شده و یک اکثریت جاهل را در اختیار خود داشته باشد که تا با استفاده از دین و مذهب و خوشباوری ملت ما استفاده کرده و بتواند آرام آرام در دراز مدت اهداف خود را توسط خود ما در کشور ما تطبیق نماید، که شما این عمل کردشان را در دنی 10 سال اخیر ملاحظه می کنید هموطن گرامی. و از طرف دیگر کشورهای ایران و پاکستان به خوبی می دانستند و می دانند که به هیچ قدرتی نمی توانند که از طریق جنگ افغانستان و ملت افغان را تحت تسلطشان در آورند. پس با استفاده از مقوله علمای جامعه شناسی که گفته بودند یک ملت زمان میمیرد و یک کشور زمان منهدم میگردد که زبان، عنعنات، کلچر، خلاصه هویت ملی، آثار تاریخی، فرهنگی، یعنی کلیه
زیربناهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیشان نیست و نابود و از بین برود. آنگاست که می توان گفت که ملت مرده و کشور منهدم می گردد. پس های وطن گرامی، مخصوصا او جوان نسل جوان کشور که رویدادهای واقعی کشور و نوی از آنها از نظرتان مستور گذاشته شد، بیایید با یک دید وسیع دور از هر نوع تعلقات و تعصبات و خاطر شیابی از این دسایس نفاق انگیز و رسیدن و سر نخ اصلی قضای کشور سر و گذشته، یعنی آغاز افتثور و خیزش های مردمی و مخصوصا تحمیل دراماتیک تنظیم های افراطی و حیث رهبران جهادی و نقش پاکستان و حیث دستیار امریکا در رأس این رهبران تنظیمی بزنه که حوادث روزگار چی میگوید. زیرا کسی که ما شما میدانیم امی خود گذشته یک معلم است و ما باید از معلم بیاموزیم، نه از تحلیلگران و آگاهان افغان و نه از کارشناسان و ژورنالیستان وابسته به دستگاه استخباراتی کشورهای هدفمند. وقتی که ما همونطور یک تصمیم گرفتیم که سر نخه پیدا کنیم، بیاییم ببینیم که تا چی دیگه تا حال گفته شده. اگر ما به دقت یک مروری به گذشته نه چندان دور با در نظر دور در میابیم، یعنی به این منظور که اگر ما به گذشته چندان دور نظر بیاندازیم، در میابیم که واقعیت های عینی یا طوری که خدمتتان عرض نمودم و دولت مردان کشورهای بیگانه مخصوصا پاکستان به خاطر آغاز کار خود با استفاده از اسباب و افرادی که در فوق تذکر دادند، یعنی اونمو خوشباوری، اعتقادات دینی و مذهبی، نمیدونم خلوص نیت، بی‌تفاوتی، دوری جستن، خودنگری ها، دانشمندان و آگاهان و امثال ها دیده می شد که بخوا از این استفاده کرده و ببینیم که چند ضربه خطرناک را دولت مردای پاکستان ایران بالای ملت افغان و سرزمین ما وارد کرده که نتایج بس رقتباری آن امیار ما شما و چشم سر میبینیم و قادر و دفع آن هم نیستیم. چی کرده اینا؟ دولت مردان سعودی، ایران و مخصوصا پاکستان با داشتن بستر انوار سیاسی که از قبل آماده ساخته بود، با استفاده از اعتقادات دینی و مذهبی، خوشباوری ها و خلوصیت ملافغان، داشتن موره های فروختشری جریان اخوانیزم در چنگال دستگاه استخباراتی آیسای سیایی و سپای انقلاب، مبارزات پرجوش و خروش مردمی را شکل و شمایل جنگ های مذهبی دارند. و شما دیدید که اونمو موره های فروختشری تنظیم های ساختشری خود را به حیث رهبران جهادی در رأس مبارزات مردم تحمیل کردند. و ایران و هموطنان گرامی بیاد داره که کلیت جبهات مستقل را توسط نوکران خیش با همسویی ایده از خلقی ها و پرچمی ها نیست نابود کردن. هزاران هموطن شریف، اشخاص مستقل آزاد که توانمندی های رهبری ملی را در مناطق خیش داشتند، مانند روحانیون و علمای واقعی، متنفذین اقوام مختلف، رجال برجسته ملکی و نظامی را به خاطر جلوگیری از تبارز مبارزان ملی
چی توسط ایده از خلقی ها و پرچمی ها در داخل کشور و چی توسط ایده از رهبران تنظیم های وابسته خود در همان سالهای اول فاجعه هفت ثور در داخل کشور، در سرحدات کشور و یا در ایران و پاکستان نیست نابود کردند. هموطنان گرامی، شما به یاد دارید که چقدر افراد شریف وطن دوست ما جانای خدا در مو آغاز هفت ثور دست دارن. سوم، شما باید دارین که هزاران هموطن تحصیل کرده کشور که مرکی یا مربوط سایر حزاب دهه دموکراسی و در مخالفت با هر دوی نیروی چپ راست افراطی بودند و یا افراد مستقل و مفکوره ملی داشتند. این دو نیروی متضاد از آنها ایراد داشتند. با چی فجایعی توسط دولت خلق و پرچم در داخل کشور و توسط قاتلان تنظیمی در سرحدات کشور و داخل پاکستان نیست و نابود و قتل و قتال و گورهای دست جمعی سپرده شدند؟ و یا ما به یاد داریم که تعداد زیاد از هموطنان ما توسط رژیم های فاسد و مستبد ایران و پاکستان روانه زندان های ایران و پاکستان گردند و چی افراد و اشخاص نکنام افغان حتی در کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا با برچسب زدن نتاپ زدن ها توسط رهروان امید تنظیم ها مورد اذیت آزار قرار گرفتند و به حالت انزوا در آمدند. با ازدیاد اعذاب سیاسی، ایجاد اختلافات، انشعابات میان حزبی و میان تنظیمی و مخصوصا موجودیت یک تعداد مشخص و معلوم الحال کدرها و لیداران سایر جریانات دهه دموکراسی در سه قوه اجرایه، مقننه و قضایه در دولت کرزی دشمنان کشور ما، اعتبار همه عذاب سیاسی دمه دموکراسی را نزد ملت از بین بردن. در نتیجه ما دیدیم که با نابودی افراد اشخاص ملی، بدنام ساختن و به اعتبار ساختن عذاب سیاسی کشور، هر دو نیروی چپ راست افراطی با داشتن یک اقلیت فروخته شده و یک اکثریت جاهل در طی 4 دهه مخصوصا 22 سال اخیر دود از دماغ ملت در آوردن و بالاخره بعد از 4 دهه فعالیت های مخربانه این دو دولت، دو کشور مانند ایران و پاکستان مستقیما بالای ملت ما فعلا طور اکمروایی می کنند که توسط خود افغان ها متاسفانه مورد حمایت قرار می گیرند. در نتیجه هموطن گرامی، خدمتتان عرض می دارم سفارایی ها، ناهنجاری های مذهبی، تباری، لسانی و ریزپاش های سیاسی، نظامی و کلیه بدبختی های امروزی را که شما در داخل و خارج کشور ملاحظه می نمایید زاده و دستاوردهای عمان روحانیون، دانشمندان، سیاسیون و پیش قرولان فروخته شده به بیگانه در تبانی با جنگ سالاران تا به دندان مسئله تنظیمی با جیران و تفرق افغانان مذهبی، تباری و لسانی که ظاهرن به نام انقلاب هفت ثور، عدالت اجتماعی، جهاد برحق و شریعت اسلامی، تطبیق دموکراسی و تطبیق قانون اساسی در طی 4 دهه تحت فرامین و دستورات دستگاه های استخباراتی و مذهبی کشورهای بیگانه، بازم خدمتان برز می رسان مخصوصا ایران و پاکستان، ملت ما را به نابودی و کشور ما را به خطر انهدام مواجه نمودند تا اهداف شامشان را در کشور ما برآورده شدند. پس هموطن گرامی، تجارب 14
و دستاوردهای شرم‌آور آن نشان می‌دهد که ملت ما از زمان آغاز فاجعه 77 در مقابل 3 دشمن خطرناکتر از شوروی و آمریکا، یعنی سعودی، ایران و مخصوصا پاکستان قرار گرفت. این بود صحبت‌های و کتم شمعی از غمها و رنجای ملت افغان که از لابلای واقعیت‌های عینی جامعه با یک دید وسیع و در حالت یک بی‌طرفی خدمت شما پیشکش کردم. حال باید ما چی کنیم؟ امروز فقط ما صحبت‌های بسیار خلاص را داشتیم. اگر ما بگیم که برادر ولا همه راه‌ها بسته سر ما، باور کنیم که راست نمی‌گیم. اگر ما بگوییم که به خدا ما میتونیم این کار انجام بدیم، باز هم راست نمی‌گیم. این ضرورت به چی داره؟ می‌بینید امی پروسه زامت ملی که یک مفکوره شخصی خود بوده و این به شکل یک انگیزه باقی میموند. اگر شما هموطنان گرامی همکاری نداشته باشید، چرا؟ یعنی ما هر کار که انجام میدیم، اگر ما حرکت به اینمی گیلاس رو روی دست خود نداریم، همین گیلاس و سالهای سال از اینمی حرکت نمی کنن. اگر ما متحد شویم و ایواز همین گیلاس اگر یک کوی دمرای ما قرار بگیره، با همدستی هم دیگر این از بین برده می تانیم. در جامعه امروزی ما هموطن گرامی از نگاه علوم ساینس و تکنولوژی، انسان‌ها و علما با طرح فرمول‌ها، تعاملات، قضایا، مشکلات را برطرف و به یک نتیجه مثبت می‌رسند. به این شکل در جهان بسیار قضایای مغلقی است که اگر ما بشنیم در قدم اول فکر می‌کنیم که هیچ امکانات موجود نیست، اما ببینیم که با موجودیت شواهد، تجسس، کنجکاو، مغلق‌ترین مسائل اجتماعی را اینا برطرف کردن. کشور ما یگانه کشور، اولین کشور و آخرین کشور هم نیست که دارای مشکلات نبوده باشد. کشورهای زیاده، باور کنید که از ما و شما که مشکلات زیاد داشتن، اما اینها به یک نتیجه رسیدن، رفع مشکلات کردن، سل و صفا را موجود آردن. کی آورد؟ امو مردمان، امو سرزمین، امو روشن فکران و طبقه روشن اون کشور. و لحاظا اگر ما امی صحبت هایی را که خدمتان عرض کردم، این مطمئن هستم که درد من نه، درد تو برادر و خواهر و پدر و مادر نیست، درد میلیون ها افغان است که از دست این درد به سطور رسیده. اما این درد علاج داره. ما همیشه در صحبت ها توسط برنامه سازا و یک تعداد تحلیلگرا شدیم که برادر ملت به پا خیزد، ملت باید چنین کند و چنان کند، اما همیقدر فکر نمیگه که او برادر امی ملت خودش به تنهایی کردن میتونه. پس وظیفه شما روشنفکران، پیشقراولان، نخبگان، آگاهان سیاسی که نه دفاع از جناهای چپ و راست افراطی میکنین و نه به طرف به اصطلاح مافیای تباری و لسانی و مذهبی روان هستین، چرا بی تفاوت نشستین؟ شماستین وارثین بلاستقاق این کشور، پیشقراولای این کشور. شما میتونین با افکار سالمتان، با استفاده از علم و دانش و تجاربتان پیشقدم شوید، ملت سازماندهی کنید و در مورد از این سازماندهی ملت و خاطر با وجود آوردن که ما چه قسم یک
حرکت را و یک نیروی را به وجود بیاریم که تا بتانیم در مقابل این همه تنش ها و چالش ها و بدبختی ها از خود دفاع کنیم. اما تن نهایت گرامی، کار بسیار آسان است، فقط ما بازم گفتم که تا که یک نیروی متحد مانند اونم نیروهایی که یک تعداد تنظیما مسلح در دور خود جمع کردن، ما هم اونم تو نیروهای را با افکار سالم، با کلام و کتاب، با علم و دانش در گره خود جمع نکنیم، هیچ کار پیش رفته نمیتونه. پس آل سوال میشه که نیروها را چطور جمع کردن میتونیم. ما بارها این موضوع را گفتیم، در سال 2013 یک طرح عملی جامع، یک میکانیزم پروسه، یک پروسه ملی سوچی وطنی را پیشکش کردم که ما به تنهایی کار کرده نمیتونیم. وظیفه ما فقط تبلیغ، تنویر و قرار دادن شما از اونمو و اصلاح تر تلاش در ایجاد کادر رهبری واید و زامت ملی است. ای شما هم وطن ها هستین که چطور باید که دیگه شدین. ما فقط وظیفه ما است که صدای شما را شنیده. برادری که از فرانکفورت گپ بزنه، از آلمان، یک دو برادر دیگه هم گپ بزنه، من اینا را با هم مرتبط بسازم، ارتباط بدم. و این مفهوم که ما در قدم اول، ول وقتی که این عوامل شما گوش کرده، اگر اینا را ما دروغ گفتیم، از دل خود گفتیم، از میده خود گفتیم، شرافت مندان بگیم که دروغ است. و اگر راست است، باید سر از امروز شما از تمام اینمی رهبر و لیدر و قماندان و ازب و سازمان ببرین، خودتان با هم متحد شوید. ایناله چطور با شما یکم، مثلا من خودم از کانادا، تو همشیره گرامی فرزن از فرانسه، او برادر ما از بدخشان، از استرالیا، از خارج داخل کشورها، چطور با هم تواصل بکنیم؟ چطور اینا را با هم یک جا بسازیم؟ بعد از این کدام میکانیزم بگیریم؟ این زمان میشه وطن گرامی، ما زمان با یک تعهد میرسیم که ما یک انگیزه داشته باشیم. انگیزی ما چی است؟ آیا انگیزی ما مطابق به خواسته های یک قوم، مذهب، زبان، تبار و تنظیم است؟ و یا یک انگیزی ملی به خاطر حفظ نگهداشت منافع ملی ما؟ وقتی که ما این انگیزه رو داشتیم، بعد از ما باید چی کنیم؟ باید که یک هدف معین داشته باشیم که ما برخلاف گذشته که دنبال افراد اشخاص رفتیم که هیچ نتیجه نداد، بیاییم که این بار دنبال یک هدف بریم. چرا؟ زمانی که ما در دنبال افراد اشخاص میریم، اگر اینا خدای ناخواسته از بین میرن، اگر خدای ناخواسته اینا در توته ها به حساب برچسپا و یا از ما منفرد میشن، پس یک پراگندگی در سازمان به وجود میاید، مثل که در 40 سال آمد. اما اگر ما دنبال یک هدف بریم، هدف پیش است، ما به تعقیب هدف میباشیم. فلهازا از بین رفتن، منحرف شدن و به اصلاح دور بودن از مسائل افغانستان، این هدف از بین نمیره، یه هدف روان است و هر کسی رو تعقیب میگیره. من خدمت شما هفته آینده انشاءالله متعال امی طرح زامت ملی را که چه قسم از کجا کارش رو کنیم، و در اخیر یک چیز برای شما میگم که بهترین موقع اینم امروز است. اینم امروزی که دنیا ایران مونده چی کنه، اینم امروزی که انسان افغان طفل خودم بفروشه، زن خودم بفروشه، اولاد خودم بفروشه به خاطر یک جوانان. فلهازا تا هفته آینده امیدوار هستم که من وقت شما را ضایع نکرده باشم، خسته نشده باشین. هفته آینده دیدار بعدی ما شماست که چی وقت کدام ساعت با شما هم کلام می باشیم. خدا حافظ و شب همه شما خوش. ممنون شما.